بشه شما پرنایزم، نظر شما چیه؟ الو بفهمی خوابونی بینا شما بفهمنیزم کسافت شما بفهمی سر بله خوبی نماز فرمایی شد در ازان ما شما پرنایزم، نظر شما چی؟ الو بفهمی آقا اتواکی اینشالا شما رجما میشین ایران بشه بهش معتادان خیلی ممنون از نظر شما شما بفهمی الو بفهمی درود بر شما آقای درود بر شما بفهمی خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون محبت داری که من یه سوال از شما داشتم بفهمی آیا این درسته که ممکنه سن شما رو از شمردن تعداد دندوناتون فهمید خب دیگه چی هنر شما همینقدر بود شما جامعه مردی قرون عزیزم مرد بیشور اگر ما شنیده بودیم که میگودن هنر نزد ایرانیان است و بس ولی اگه اینجوریه خاک بر سر تو با هرچی هنر تو امیدوارم که پدر مادر عزیز شما که این جوون جاهل و احمق رو بار آوردن الان به خودشون افتخار بکنن که چه همچین شاهکاری کردن خیلی ممنون عزیزم بله شما بفهمی درود بر شما درود بر شما بفهمی آقای عطاگرمان سی ان ان اعلام کرد که آمریکا یک حمله نظامی بر ایران انجام می‌شه. شما برنامه‌ریزی. موشک اتمی و همه. بیرون می‌خوام می‌کنم. الو، بفهمی. درود سلام به شما آقای عطاکی. الو، باشه بفهمی. آقای عطاکی، می‌خواستم بگم که اینا که میان میگن که تمام اینا هم دست هم دیگن شما یه خورد آشناس به نظرم از بزرگ شما که بینید کار به کجا رسیده بفهمی خواهش میکنم اما سی این نلام که بفهمی شما بفهمی نیزه نورد بر شما نورد بر شما بفهمی آیا تو بکی اما سی این نلام که بفهمی خواهش میکنم شما بفهمی شما بفهمی یه پیرن پوشیده بود خدا شاهده عکس جمجمه شما بفهمی سلام آقای کوکی سلام علیکم اون میخواد که این آقای کوکی امشب خماری میشین که نکشیدی رنگ رو پریده جواب به اینها چی بدم چی ندم چی بگم چی نگم همون نگفتن چیه بهتره بفهمی خواهش میکنم آیا اتابکی جانم بفهمی به جمهور عزیز سلام عزیز سلام عربا خسته نباشی عزیز ممنونم من میخوام یه خود اینو موضوع رو یه خود عوض کنم یه اخبار اینجا هست اینو شما یه توجهی بهش بکنید ببینید همینطوری من برقی براتون میخونم میگه سکس ابیوز ستلمنت آفرد برای این کشیشا 45,700,000 آرت بیشاپ تو ستل 88 ابیوز کلیم Kentucky up to 85 million orchid in abuse case 783 new claim of clergy خب اینو تا اینجا گرفتیم حالا منظورتون رو بفرمایید نادری جان ببین راجع به اینا یه خود صحبت کن چون که شما خودت مسیحی شدی ترش کردی چی میگم راجع به این پیرستا یه خود صحبت کن و من میخوام بدونم که آیا شما هم خودت داوطلب شدی که از این ستلمنت ها یه پولی بگیری یا نه آقا همش بیه اونجا دروغ هوا کنی و اون دروغ اون زنه و اونا بابا دروغ نه دروغی که من گفتم چند تا دروغ هایی که من گفتم بفهمی موشی آقا چرا اینقدر دروغ مردی که احمق دروغی که من گفتم رو بگو اینقدر زر و زر نگن دروغی که من گفتم رو بگو موردشو ترکیب دو ببره خب اومده این تو کی همچین بساطی امروز در اومده این صحبت ولی نحوه برخورد و مواجه شدن با مسائل رو بیشور چشمتو باز کن نگاه کن روزنامه هم که اینو نوشت فردا نگرفتن زندانش بکنن که چرا به هه راجع به کشیش صحبت کردی بیورو زندان شما فهمه نده آقای اتابکی درود بر شما درود بر شما ایزه اون داره دسته که شیشکی میبندن جان مادرتون بحث کنیم ما هر دفعه میخوایم برنامه لذت ببریم یه مش آدم لو لایف میریزن اینجا رو به هم میزنن شبتون بخیر. شب بخیر. ممنونم. میخوام تعجب بفهمید. آخو مرد تیکه یه عمامه به سر حجف پدر سوخته. حالا تو لب این پسر بچه رو ماچ نکنی جلو همه ازت عکس نگیرن.
نمیشه. خب بابا والا ما با مردم گاهی اوقات روبوسی میکنیم، ولی دیگه آخه این بگیر و بیار و یخش رو بگیر، صورتش رو بگیر و بچسب برو تو لب بچه، آخه معنی داره؟ آقایی که راجع به کشیش رو صحبت میکردی، قشنگ نگاه کن گاب میش، آخه اون مردی که خجالت نمیکشی، آخه مردم همدیگر اینجوری ماچ میکنه، مگر اینکه واقعا یه جای کاری عیبی داشته باشه. آخه این وضع ماچ کردن دوتا مرد نرخره آخه یعنی چی؟ آخه اینم باز رئیس جمهور رئیس ما باز لب تو لب با یکی و من نمیفهم حالا معنی این لب تو لب یعنی چی؟ آدم های نرخره گنده لابد یکی از شما میاد بر ما تشریح میکنه و میگه بفهم میخواهش میکنم. آره شاید غمیرز سلام بابا قربان شما بفهمید. من خودم نمیدارم تحقیقاتی راجع به این برامه سیغه انجام دادم و این خیلی قانون مترقی هست، خیلی قانون پیشرفته هستش. توجه میفهمید این رو الان خیلی در بعضی از ممالک میخوان از رو ما حتی چی میگن شروع کنن، این رو هم در بعضی از ممالک غربی میخوان به کار ببرن. چجوری در ممالک غربی میخوان به کار ببرن؟ بله به خاطر اینکه این ببینید خودش باعث میشه که فحشا خیلی کم بشه. اینجا خب میبینید چه ما صیغه باعث میشه که فحشا کم بشه. بله شما صیغه رو چی میدونید عزیزم؟ ازدواج موقت تو این آزادی ازدواج موقت ایرادی نداره. وای ایرادی نداره. شما خودتون صیغه کردین تا حالا چند بار؟ بله و صیغات معمولا مدت صیغه شما چه مدتی بوده؟ حدود یک ساعت. یک ساعت؟ بله. اون وقت ببینم اگه یک ساعت صیغه بکنی مهریه رو باید بیشتر بکنی؟ نه دیگه خب این چیزی که قراردادیه که انجام نه من مهریه برای یک ساعت بیشتر از صیغه نیم ساعت است. اینا این چیزایی که بستگی داره. شما بگم الان پس تی میکنیم میگه آقا صیغه نیم ساعته میخوام، مثلا میگه 10000، میگه حالا یک ساعته میخوام صیغه بکنم چقدر، مثلا میگه 15000 تا بعد تی کرد دیگه. بله اما الان شما ببینید خیلی از خانم ها هستن که دوست دارن صیغه سادات بشن. بله ما دیدیم صیغه یعنی سادات دیگه چه جوریه؟ یعنی اینها که سید هستن. یعنی با مردی که سید صیغه بشن؟ بله به خاطر اینکه تبرک و اون ثوابی که داره. بله توجه میکنی؟ بله صحبت کردم پر. خب شما فکر میکنید که این 25 نفری که به قول یه آقای رفتن ایران، الان امریکایی‌ها رفتن ایران، رفتن که لابد این نوع تمدن‌های ایرانی بیارن اینجا دیگه ها؟ شاید اونا هم رفتن دنبال سید میگردن، من نمیدونم. دنبال سید میگردن، بله. ولی پس شما حالا بله؟ این چی؟ پس به نظر شما صیغه یک امر متمدنیه، بله؟ بله. و فرقی مثلا فرق بزرگی هم داره با فحشا، مثلا فرق بزرگی داره، بله؟ من دربارش تحقیق کردم، من بدون تحقیق عرض نمی‌کنم. تحقیقتون در چه حد بوده؟ من مدتی ببینید رفتم در همین کتابخانه کنگره، کلی من کتاب خوندم راجع به صیغه. بله اینا رو کی نوشته بود این کتابا رو؟ بله کتابا رو کی نوشته بود؟ یه سری از تمام من اینها محققین غربی بودند. محققین غربی اون وقت مخصوصا من عرض کردم این رو من عجیبه که با سادات خیلی دوست دارن صیغه بشن. کیا دوست دارن با سادات صیغه بشن؟ یه خیلی از خانم ها عجیب دار دوست دارن که صیغه سید بشن. بله حالا نمیدونم چرا. بله میگن کاری که سید میکنه با سین فال. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون. بینندگان عزیز، عقیده یک آقای فارسی زبان ایرانی رو هم شنیدید که میفهمند که صیغه چیز بسیار خوبیه و خودشم چند بار امتحان کردم و خیلی خوب بوده. خب اون خانم هم دیدیم که مالا اون خانم که من فکر نمی کنم غیر از صیغه‌اش که هیچی، اون دیگه چی گیرش من نمیدونم. ولی خب بفهم میخواهش میکنم. سلام عرض کردم آقای حتی بگی خسرو هستم. سلام خسرو جان حال چطوره؟ بله هم میخواستم وقت بگم یه فیلمی اومده ایران آقای حتی بگی به اسم مونیخ شهر بله. مونیخ که المپیک بود. بله من فهم خواستم بگم این فیلم رو دوستان نگاه کنین ببینین که همین بلا رو ما سر همین اشخاصی که تو
اشخاصی که جمهوری اسلامی هستن و بعد در خواهن رفت، ما اینا رو ول نخواهیم کرد. من اینو قسم خوردم و تا آخرش هم میرم. همین افرادی که هم زنگ میزنن اسماشون نمیخوام بگم، خودشون میدن کیان. در حال تا الان حال کنین، وقتی این رژیم ساقط شد دیگه وصیتتون رو بخونین. قربان روزه، خیلی ممنون، شاید بخیر عزیزم، قربانتون. آقای عطابکی سلام و درود به شما. سلام قربان. آقای عطابکی من 100% با شما در مورد حجاب موافقم، حیا، در مورد صیغه، در مورد گوگوبار، در مورد استریپتی، در مورد پلی بوی، لاس وگاس، آتلانتیک سیتی، هالیوود، فیلم های اکسری شده، پارتی های تینیجر ها. من خودم شخصا تا حالا حداقل 900 تا چه در ایران چه در امریکا دختر ارمنی و امریکایی زدم، اونم بدون صیغه، تا چشم تو پدر سوخته کور بشه. همین؟ رفتی؟ از شاهکارشون تعریف کردن، از هنرهاشون تعریف کردن، حالا چرا چشم من کور بشه نمیدونم. چرا؟ حالا من یه سوال دارم، امیدوارم که یکی از همین یارقارای اینا یا خودشون بگن جواب بدن. قربان شما کجاتون میسوزه؟ از چی میسوزه؟ چرا میسوزه؟ دای مهندس شما بیرون یا نیستی؟ بفهمید. بعد از این تلفن میتونیم اون کارو بکنیم؟ درود بر شما. درود بر شما جان، بفهمید. جمهور آینده ما، ما رأی دادیم به شما. ممنونم، محبت دارید. سوالی نشین، امشب خیلی نورانی شدیم. بله. من محتویت معتزه روشن کردم. بله، خیلی ممنون از تربیت و وجدان و شرف شما بیشور که فکر نگاهی یه مزرعه بچه مردم نشستن دارن برنامه رو نگاه میکنن. شما بفهمید. سلام علیکم قربان. سلام قربان. میخواستم با جناب دکتر صحبت کنم. آقای عطابکی. با کی صحبت کنی؟ با جناب عطابکی. بفهمی خواهش میکنم. حالتون خوبه قربان؟ محمد دو خوبم. خواهش میکنم جناب عطابکی، خیلی خوشحالم از اینکه بتونم باهاتون صحبت کنم. انشاءالله که هر چیزی بیشتر نمیدونم، ولی خب آرزو میکنم که خب ایران آزاد بشه و تشریف بیارید ایران. خدا شاهد ما دوست داریم برگردیم ایران و تشریف بیارید ایران و همه بگیم عطابکی تو آرش گیر تو گلت خارش. بفهم میخواهش میکنم. آیا عطابکی سلام. سلام. چی کار میشه با اینا کرد؟ اینا رو قربان خودشون با خودشون کردن اینا. من اینطوری فکر میکنم که عطابکی جان، قبل از هر چیز من به خسرو بگم که این میتونه بیاد تستیکل منو بگیره، گوشواره درست کنه بندازه گوشش، این ماله این او با منو شما پرنیزم. سلام عطابکی. سلام عطابکی، بفهم سلامتون بخیر قربان. اجازه بدید چند دقیقه وقتتون رو بگیرم قربان. چند دقیقه؟ شما فرنیزم. جناب آقای عطابکی. جانم بفهمید. سلام به شما. سلام عزیزم. آیا این سیاه‌پوست آمریکایی گردن کلوف که اسمش باباست در زندان ویرجینیا فقط با لب‌های پسر شما کار داره یا جای دیگه‌ش هم می‌بوسه؟ آقای عزیز شما قربان کجاتون میسوزه لطفاً اینو توضیح بدین، برای چی میسوزه و از کجا میسوزه آخه؟ کی چی آخه؟ من تو برو ببین بیشوره، صبر کن صبر کن دیگه، خود صبر کن دیگه، صبر کن صبر کن، مرد که دهنگوشات صبر کن تو بعد با من دوست عکس بیا نشون بده، من دوست تا عکس بد نشون میدم، درست شد؟ تا اونجام که شرف نداری که بیای وایسی اینو نشون بدی و ثابت بکنی، بهتر خفشی بری به درازای این ور اون ور زن و بچه خودت برسی. والا تو خواب و خیالش عزیزم، خواب و خیال میگن شطور در خواب خوره چی پنبه دانه.